این یه خونه است، من اینجوری مستقیم میری تا ته اون کوچه. بچه شاید باورتون نشه ولی منم که یکی از خونه هم دزد زده. سلام و برابکس یوتیوب، اومدم امروز باهاتون یه ولاگ کاری دیگه، دوباره از سفر کاری به کلونا. ببخشید که سفرهای کاری من بیشتر به کلوناه. این کلاه هم که میبینی، استایلی که میبینی، واسه اینکه الان اینجا هوا منفی 20 درجه است. بخار میبینی؟ امروز سفر کاری با سفرهای کاری دیگه یه فرق میکنه که اگه تو ویدیو باشه میبینی. پس برو بریم. چون اینجا وارد فرودگاه که میشه اینطوریه، یه سری از اینا گذاشته واسه میتونی چکین بکنی خودت. من یه جور نگاه میکنم با این کلاهی که رو سرم و بسید توی مردم کانادایی خیلی عادت دارن به این هوا و اصلا این براشون سرد نیست. ما ایرانی ها هر کاری کنیم این سرما رو نمیتونیم وایسیم، منفی 20 درجه بایستی که هستش. اینه که اینجایی که دارم میرم منفی 40 درجه است. حالا من نمیدونم منفی 20 و منفی 40 واقعا فرق میکنه یا نه، ولی بریم ببینیم دیگه. احتمالاً فرق میکنه. پریمیوم لاونچه اینجا، بینه آدم های با کلاس فکر کنم میشینن، ما اونجا منتظر میشیم. ما که همینجا میام تو همین مسیر. اینو چه باحاله، اسمش لیکه، لیست باید بزنی. من حواسم به فیلم برداری بود، داشتم مسیر کلن اشتباه میرفتم. گیت من بی 18 اونا هم دقیقا به اون مغازه که من گفتم لیک لیست بزنی خندیدن. کانادایی هم پس بسرشون جالبه این اسمه. سکه ها رو اینجور مثل این ولاگرهای معروف میخوام برم واسه تون کافی بگیرم، برم بشینم کافی رو بزنم، چون همه کافی میزنن توی ولاگا معمولا، یا کافی یا یه چیزی. واسه همین قسمت خوردن ما رو از دست ندیم، چون اون قسمت هم قسمت جالبی قرار باشه. از همه که خفن ترین کافی همین کافی استارباکسه. این همون صحنه ولاگری بود که به تو گفتم باید بگیرم. خیلی خوبه. که افتاد الان نه کریدیت کارت هم آوردم که ماشین بگیرم، نه کلید دارم که برم اون خونه ای که توش لوازم داره. هوا اینجا منفی 40. اومدم برم موبایلم اوبر بردارم که اوبرم الان میگن فرودگاه کلونا اوبر نمیاد. اونایی که فکر میکنن بعضی روزا روزای سخته دیگه، از این اتفاقا میفته، کاری نمیتونیم بکنی دیگه، باید همینجوری بریم. این ویو عالی، هوا منفی 20 درجه است اینجا. ولی خودش جاده ها اوکی ها، میخواستم با ماشین بیام ولی گفتم ترسیدم، ولی جاده ها اوکی. خب بچه ها چطوری؟ رسیدم به خونه اول. این به خاطر اینکه درش رمزی بود تونستم بیام داخلش، ولی اینجا رو نیا کن، هوا رو حرف خالی اصلا عجیب غریب. این خونه همون خونه است که دفعه پیش بهتون گفتم اومدم از مستاجرش تحویل گرفتم. یه چیزی میخوام نشون بدم، شاید قشنگ نباشه ولی میخوام ببینی اینجا چقدر سرده. سن اینجا نیا کن، توالت توش یخ زده. ببخشید این صحنه نشون دادم، ولی خواستم ببینی که توالت توش آبش یخ زده. تا حالا همین چیزی دیدی؟ خب بچه حالا که منتظرم این طرف بیاد که در قفل یکی از این خونه ها رو باز کنه، میخواستم اینو نشون بدم. دفعه پیش که اومدم کلونا چون که شب بود نمیتونستیم ببینید. ببینید من موقعی که اومدم تو این کوچه خرید کردم، هیچ کدوم از این ساختمونای نو نبود. خب اینا جفتشون تازه ساخته شدن. بعدش تا آخرین خونه‌ای که میشد خرید اینجا بود، یعنی این آخرین خونه بود که اینجا میشد گرفت. من اومدم تا این سر اینجا رو گرفتم، ولی خدا رو شکر الان بغلش اینا ساخته شده، یعنی این دیگه تنها زمینی مونده که ساخته نشده. ببین یه خونه است، من اینجوری مستقیم میری تا ته اون کوچه. الان این همشون دادیم اجاره. این خونه همونه که رمز داشتش، تونستم برم توش به درش باز کردم. همینجوری میری این خونه ها رو، این خونه های قدیمیه یه طبقه هن که چیز خاصی زیاد ندارن. انقدر سرده دستم داره میشه. این یه دونه از این خونه هست که میخوام الان قفلشو بشکنم. همینه، این توش هم لوازم داره هم گرمه. اون یکی اصلا برقش قطع شده بوده بخاطر اینکه خالیه، سرد بوده.
یعنی همین خونه خونه چابامزه است. ولی یه چیز جالبی که میخوام بهتون بگم، این خونه ها با اینکه انقدر داغونن ارزششون توی زمینشونه و قیمتشون زیاده. مثلا این خونه این الان میبینی انقدر داغونه، این 2,700,000 دلار قیمتشه. مثلا این خونه رو که میبینی اینجا انقدر داغونه، حالا این خیلی داغون نیست، این 3,000,000 باز قیمتشه. و از این برم که تا این سر خیابونم که ساختمان نوشنه، یعنی از اینجا زمین از اینجاه، از اینجا شروع میشه تا اون تهی که بهت نشون دادم. واسه کسی که این پرسن چیه چه سایزیه، این زمین 5,000 متر و اجازه ساخت 17 طبقه داره. 3 تا برج 17 طبقه اینجا میشه توی اینجا ساخت، که حالا برنامه واسه اینجا فعلا انداختن این زمینا، سوالا ببینیم بعداً برنامه چی میشه، ولی 3 تا برج 17 طبقه میشه اینجا ساخت. همین خواستم اینو بهتون طول روزم نشون بدم. من برم تو این خونه وایسم تا این یارو بیاد، چون خیلی سرد دارم، قندیل میبندم دستام، الان انگشتام یخ زده، باورتون شاید نشه خیلی سرد. بچا شاید باورتون نشه ولی منم توی یکی از خونه‌هام دزد زده. اینجا ببینم اومدن شیکوندن قفلو، از اینجا شیکوندن این تو رو خالی کردن، بعدش اومدم سمت خونه دیدم این بغل بازه، از این بغل زدن شیشه رو شیکوندن اینجوری، ببینی شیشه رو شیکوندن و رفتن تو. رو اومده تو چیکار کرده اینا؟ اینو پنجره رو شکونده اومده تو و یه چیز خالی کرده اینجا، سیم تلویزیون رو قطع کرده اینجوری بریده، نمیدونم چیکار کرده. اینم از این بر اونایی که میگن کانادا خیلی سیفه، جای سیفیه، ولی دزدی اینطوری داره زیاد میشه، چون خیلی کار کم شده، پول کم شده دست مردم، دزدی زیاد دارن میکنن. بچه حواستون باشه، بچه ها پلیس اومد اومده داره خونه رو نگاه میکنه ببینید چه خبره. دفعه پیش که یکی از خونه هامو دزد زده بود، اومده بود همه لولای مسی رو بریده بود، من 10,000 دلار هزینه کردم دوباره بیام خونه رو لوله کشی کنم، چون اصلا خونه رو لخ کرده بود. واسه همین اینا فهمیدن چی شده. اگه میخواییم بدونین از این سوراخه که واسه سگ هست بیاد تو، طرف دستش رو از اینجا کرده با این وسیله که اینجاه، با این پا از اونجا دستش رو آورده تو از اینجا، بعد این قفله رو باز کرده، اینو زده اینجوری بازش کرده از اینجا اومده. بچه واسه این که من الان این همه بلا سرم اومده، شما همین الان لایک و شیر و سابسکرایب رو بزنین، سابسکرایب رو نزدین همین الان بزن، حداقل دل ما یه ذره گرم شه به حمایت شما. شوخی میکنم. آقا رسیدم تو ایر بی ام بی، خدا رو شکر اینجا دیگه اوکی بود، یکی دو بار زنگ زدم یارو درو باز نمیکنه، آخر سر باز کرد. اینا بهت نشون بدم اینجا چطوری، جاش من از خونه یه اتاق خواب اینجا اومده درست کرده، اینجا هم جای نشستن و یه اتاق خواب دیگه هم این ور، یه دستشوی همه دیگه هم اینجا داره سکه باش روشن کنم چکریم. ویو هم فکر کنم داشته باشه، ویو کوه بدی نیستش. ببین ساعت چنده؟ 2:22. بچه شما ببین چیزای ساعتی یا نمره و عدد و اینا اعتقاد دارین؟ من همش دارم میبینم 11 11 12 12 10 10. داستان چیه؟ به هر کی که میگم یه چیزی میگه، میگه که یکی میگه که اتفاقای خوبی قرار زندگیت بیفته، یکی میگه که یه تغییراتی داره تو زندگیت به وجود میاد، هر کسی یه چیزی میگه. اگه میدونی اینجا کامنت بذارین نظرت در تا اعداد چیه و هر عددی چه معنی داره. 2:22 یعنی چی مثلا؟ الان من دیدم ببین داره کم کم توهم برام میداره که اتفاقای بدی قرار بیفته. اومدم رسیدم خونه، بعدش غذا گرفتم، شدم غذا رو بخورم، رفته بودم بیرون داشتم خونه رو نشون میدادم، چند تا مستاجر اومدم بودن که بگیرنشون، امید خدا فکر کنم یک دو تاشون رو بتونم بدم اجاره که دیگه خالی نمونه بخواد کسی دوز بیاد داخلش. انقدر اینجا سرده داخل خونه، از موقعی که رفتم زدم هیترش گرم بکنه فقط 3 درجه تونسته بره بالا، و فکر کنم باید بیافتم جلوی مبله تلویزیون ببینم با پتوروم. غذای بال گرفتم مثل غذا بهت نشون بدم، میگوه، اینم بیفه با مرغ، این میگوه رو خیلی دوستش دارم. آه این سه دیگه هم بهتون میگم، لپتاپم روشن نمیشه انقدر سرده. این سیب زمینیه، تنها چیزی که گرمی که اینجا هستش اینه. بچه ها چطورین؟ این بلانکتی که دور من میبینیم واسه اینه که سیستم گرمایشی ایر بی ام بیم کار نمیکنه، مجبورم اینو بندازم دور خودم. هوا اینجا -30 درجه است و ایر بی ام بی من الان داخلش داره نشون میده 15 درجه است.
در صورتی که 23 باشه، خیلی هم سرده. بهشون زنگ زدم، حالا گفتن یکی رو میفرستم بیاد ببینه نگاه کنه هوا چطوره، یعنی این دستگاه چطوره. این واقعا سرده، یعنی توی صدای من شاید لرزش صدا رو بفهمید. یه چیزی می‌خواستم باهات صحبت کنم. ببین، یه چیزی که خیلی بهم کمک کرده همیشه اینه که من همیشه توی هر شرایطی به جای اینکه بشینم به چیزای بدش فکر کنم، سعی می‌کنم یه راه حلی پیدا کنم. مثلا از صبح خداییش، مثلا نیاکانی من رفتم فرودگاه، حواسم نبوده کلید خونه رو نیاوردم، خواستم از همون فرودگاه زنگ زدم گفتم یه نفر بیاد قفل در رو عوض کنه. حالا چقدر بود؟ $180 بیشتر نشد قفل در رو عوض کنه. خب یعنی من به این فکر اومدم اینجا، نمیدونستم که اول دوز زده خونه رو. بعدش اومدم، خب خونم رو دوز زده بود، نتونستم برم اونجا، بعد وای میستدم کلی بیرون تو این سرما تا پلیس بیاد. ولی همونی که دوز زده بود، من به هر حال پس بعد قفل عوض میکردم، فهمیدی؟ که پس اون، یعنی اون پوله که انگار کلید نیاوردم انگار یه جورایی حل شد. بعد اومدم اینجا، الان این ترموستات کار نمیکنه و تو این سرما نشستم، بعد یه چیزی به ذهنم اومد، گفتم خب سیستم گرمایش خونه کار نمیکنه، چرا من نرم لباسم 20 سال لباس رو هم دیگه پوشیدم، گفتم چرا نیام گاز رو روشن کنم. حالا همه گاز رو روشن کردم، این گازه داره یه ذره گرم میکنه اینجا رو، همیدی؟ و همیشه سعی میکنم به جای اینکه به فکر این باشم که اعصابم خورد کنم، به فکر این باشم که چجوری میتونم یه قضیه رو حل کنم، یه مشکلی رو حل کنم. همون موقعی هم که یه نفر پولمو توی بچگی حالا جوونی خورد، بهتونم گفتم اون موقع رفتم میشم مادرم، گفتم ما اونجا به جای اینکه بشیم گریه بکنیم ناراحت باشیم، ببینیم چجوری میتونیم حل بکنیم و چجوری میتونیم پول بسازیم که اون که پولمون رو خوردن رو درست بکنیم و دوباره پولمون رو به دست بیاریم. واسه همین تو همه شرایط دو تا انتخاب داری، یکی اینکه بشینی ناراحت باشی، قصه بخوری و ناراحت تر کنی خودتو، دو اینکه دنبال راه حل باشی و قبول کنی، یعنی لاجیکلی با مسئله روبرو بشی. لاجیکلی میشی عقلانی یا با مسئله میتونی روبرو بشی، یا احساسی. احساس من خب الان میگه که آره اینجا سرده، الان اینجا همه چی داغونه، الان نمیدونم کامپیوترم انقدر هوا سرده روشن نمیشه که مثلا بخوام بشینم کاری بکنم، حداقل یه کار آنلاینی انجام بدم، انقدر سرده کامپیوتر روشن نمیشه، یا این همین دوربین من باتریش داره خیلی سریع تمام میشه وقتی هوا سرده. ولی در کنارش گفتم خب من میتونم حالا اعصابم خرد کنم، یا اینکه بیام بشینم واسه شما یه ویدیو بگیرم، این قضیه رو توضیح بدم، با هم دیگه یه حالی بکنیم. ببینم یه نفر میاد نگاه میکنه درست شد مردم که نمیرم فوقش سه تا پتو میندازم روی خودم میخوام. مردم توی آفریقا آب ندارن بخورن، میدونی؟ بعضی موقع ها باید به این فکر بکنیم که با این مسائلی که واسه ما به وجود میاد یه تسته و ما چجوری میتونیم از این با این مسائل روبرو بشیم و حلشون کنیم و کنار بزنیمشون. من قبلا آدم اینطوری نبودم، قبلا آدمی بودم که خیلی ناراحت میشد، خیلی غصه میخورد، اعصابش خرد میشد، خیلی اعصابم خرد میکردم، ولی روی خودم کار کردم و بعد از یک مدتی که روی خودم کار کردم به این مدل طرز فکر رسیدم که بتونم یک جوری این قضیه ها رو تو سر خودم حل کنم که نذارم ناراحتم بکنه. مثلا تو هم باید شروع کنی رو خودت کار کردن. اگه آدمی هستی که خیلی اعصابت خرد میشه و سر هر چیزی مثلا ناراحت میشی، اعصابت خرد میشه، شروع کن روی خودت کار کردن. اولین مرحله اینه که کلمات منفی رو از ذهنت پاک کنی. یعنی مثلا اگه ما داشتیم بزرگ میشدیم، داشتن به ما مثلا یاد میدادن حرف بزنیم، حالا کلمات داشتن به ما یاد میدادن، اگه کلمه بد، اشتباه، امکان ناپذیر اینا رو اگه نداشتیم، خب اصلا تو ذهنمون نمیتونستیم قبول کنیم یه چیزی امکان ناپذیره، میدونی؟ به انگلیسی هم میگن impossible. اگه کلمه impossible یا امکان ناپذیر اصلا نداشتی، وقتی یه مشکلی پیش میومد برات یا یه چیزی رو میخواستی حل بکنی، نمیتونستی بیای ناخودآگاه بگی این که امکان ناپذیره، چون کلمه رو نداشتی همش دنبال یه راه حل براش میگشتی. مثلا همین اولین کاری که میکنی سعی کنی چیزا رو از ذهنت پاک کنی، یه subconscious یا ضمیر ناخودآگاهت دیگه نره مستقیم دنبال اون کلمه منفی. همین خواستم اینو باهاتون صحبت بکنم. از صبح کلی چیزا اتفاق افتاده، ولی دیگه همین دیگه، بعضی روزا خیلی خوب همه چی پیش میره، بعضی روزا هم سخت‌تر پیش میره. دیدی الان من گفتم سخت‌تر، نگفتم بد. چون اگه میگفتم بد، زمین ناخودآگاه هم میگفت بد بوده، روز بدی بوده. ولی سخت‌تر، سخت داریم، سخت‌تر داریم، میدونی چیز بدی نیستش. روز یک مقدار خیلی کلمه مثبتی نیست، ولی کلمه خیلی بدی هم نیستش که توی ذهنت یه انرژی منفی به وجود بیاره. همین واسه اینو بهتون بگم و همیشه یادتون باشه که بهترین الماس زیر بهترین فشارا و سختی‌ها به وجود میاد.
مثلا اگه میخوای الماس بشی باید سختی بکشی، اگه نکشی الماس خوبی نمیشی که ارزش زیادی داشته باشی.